خانم آقایان سلام درود بر شما در یک شب رادیو هفته دیگر با آقای محمد علی اینانلو گفتگو رو ادامه میدیم این که اسم شما هم از اون اسماست که به درد تقویت فن بیان میخورد اینانلو که آدم ها و نونه کمی با هم می دیگه میشه میشه اینانلو ای در واقع اسم اسم مهمترین تایفه ایل شاسبنه ولی سابقه تاریخی خیلی طولانی داره که برمیگرده به حدود هزار سال در واقع تصور من بر اینه که ایران لو باید باشه دیشب داشتیم گفتگو کردیم با آقای اینان لو درباره دوران دانشگاهشون یک ترم گفتن رفتن به مدرسه ارتباطات که اخراجشون کردن بعد از یک ترم البته پشت صحنه ما گفتن که دلیلش چی بوده ظاهرا با مدیر مدرسه درگیر شده بودن اما اون شیش جای دیگه که کنکور دادین کجا بود هر شود که دانشگاه امروزه شهید بهشتی و موقع اسمش بود دانشگاه ملی, ملی. اونجا ولی پس از علوم ارتباطات من رفتم سربازی وسط های سربازی کنکور دادم در دانشگاه تهران و قبول شدم ادبیات انتخاب کردم با. که شیش ماهه آخر سربازی من هم دانشگاه می اومدم هم سربازی. سربازی. در حالی که محل سربازی من با وسایل اون موقع تقریبا 20 ساعت راه بود تا تهران عجل. که اونور ممستنی فارس بود که دو تا گردنه خیلی مهم سر راش بود کتل دختر کتل پیرزن که اینا رو تا می اومد و اینا من سوار که می شدم کیسه خوابم می کف اتوبوس و کتاب هم میخوندم همونجا خوابم هم می برد تهران پیاده می شدم یه همون میرفتم میرفتم دانشگاه بعد فرداش دوباره برمی گشتم خب و موقع وقتی دانشگاه قبول می شدید معاف نمی شدید از خدمت نه <تص> توی خدمت چی کار می کردید؟ سپایه دانش بودم درس میدم بله می خیلی خب ادبیات من اصولا درس دادن رو خیلی دوست دارم ادبیات تموم شد و شما خارج از گفتگو من گفتین که از 16 سالگی دیگه مستقل شده بودید و پولی از خانواده نمی گرفتید بله چه زندگیتون رو میچرخوندید عرض کنم خدمتتون که خب خانواده من خانواده از نظر مالی بد نبود خوب بود ولی من خودم ترجیح دادم که مستقل بشم اون موقع نقاشی من بد نبود هیچ موقع اون موقع روی این کاشی های سفید همون نقاشی میکردم رنگ رو هم میفروختم و بعد روی تابلوهای این ساندویچی ها اینا تازه درست میشد پیزا مثلا هنوز نبود روی شیشه های اینا رو من می نوشتم اول سال بعد سینما ها رو شما می بعد و اینا بعد یه همزمان با دانشگاه هم یه اتاق گرفته بودم توی همین شریعتی بالا که اون موقع تقریبا بیابونی و نیمه بیابونی و اینا بود یه میوه فروشی بود که میوه فروشیش و میوه گیریش همونجا بود خونهش هم همونجا بود یه اتاق من اجاره کرده بودم ازش که اونجا زندگی میکردم و درس هم هم میخوندم ادبیات میخوندم بله که بعد کار بهتری پیدا کردم چی بود؟ در یه ویزیتور بودم <تصفح> ویزیتور فروش انساکلوپیدیا بودم یعنی دایرت المعارف که پور می میگرفتم ازش چون کارم خوب شده بود در حالی که جلسه اولی که رفتم برای ویزیت کردن سن افتضار کردم در اومدم <applause> رفتم برای ویزیت کردن دفتر کار ما یعنی اون کمپانی که من توش کار میکردم در میدون فردوسی بود به ما یاد دادن که چجور اینو معرفی کنید پرزانته کنید بعد چجوری مجاب کنید طرف و که بفروشید و اینها بعد اون موقع ما گفتن که مشتری های شما بیشتر مهندس ها و پسشگاه و اینا من اولین کسی که رفتم یه دکتری بود روبروی ما طبقه زیرزمین تو همون خیابون فردوسی رفتم پیش این. بعد هول شدم و موقع معرفی زدم استکان چای رو ریختم این نقشه رو برعکس در اینا این آقای دکتر خیلی آدم مهربونی بود اینا رو جمع کرد برای من گذاشت تو این کیفی که به ما داده بودن گفت پسر جان یه نصیحت بهت میکنم گفتم بفرمایید گفت تو به درد این کار نمیخوری چهار ماه بعد به خودم اون آقای دکتر فروختم که بعد وضع مالیم بهتر شده بود رفتم خیابون ایران شهر یه خونه گرفتم اون موقع ایران شهر ارزان تر شهر بسیار تو این فاصله تموم کردی؟ دانشکده ادبیات رو تموم کردم هینش کار میکردم کار دانشجویی نمیدونم چه فلان ولی کار دانشجویی به من دادن در 1349 که تازه آمده بودم به دانشگاه کار دانشجویی میدادم به دانشجوها به من کار دانشجویی دادن در مخابرات 118 فعلی 08 بود من شدم اونجا مسئول صفر هشت یعنی مردم زعی میزدن شماره میخواستم من شماره مردم میدن اون موقع که سیستم ها که نه اون از اون قرقری ها دیگه نبود نه, نه نه میخوام ببینم که تلفن شیوری پیدا میکردید از رو, <تصف> از رو کاغذ. کاغذ <تصف> از رو کاغذ کارت اکس بود مونتا اونجا من هفتشته شب بیشتر کار نکردم بیرونم کردم اونجا چه اونجا کیو زده نه کیو بیرونم کردم بعد آمدم یه کاغذ به من دادن رفتم رادیو رفتم رادیو میدون ارک در اونجا شدم مسئول نوار یعنی نوار، مسئول نوار نه مسئول آرشیو نه نوار از این استودیو به اون استودیو اینا می بردم که یه روز نوار همینطوری توی بغل من بود اومدم دم استودیو گفتم که آقای نوارا رو تحویل بگیریم بعد دیدم یه صدای محکم درجه یک از پشت سرمان به من گفت که پسر جان به اینجا ببینم من نوارا رو تحویل دادم رفتم دیدم یه آقایی خیلی خوش لباس خیلی جنتلمن خوش تیپ صدای درجه یک که بعد هم ایشون شدن استاد گویندگی ما مرحوم اسدالله پیمان بودن به من گفتن که اینجا چکار میکنی؟ گفتم که نوار میارم میبرم اینا صدا کرد پیرنیا صدا بردار یه تست از این بگیر پیرنیا یه تست از من گره. بعد قطعه های سه دقیقه ای رو در رادیو شروع کردم به گفتن از سال 1149 بعد آمد تا سال 53 خب سب کنید خیلی لنتون میرین آره فانتزی ذهنیتون بود یا نه براتون بی اهمیت بود یعنی هیچ وقت به این فکر میکردین که یه روزی مثلا صدای شما از رادیو پخش بشه یا نه اصلا براتون اهمیت نداشت به قدر این سوالت بجاست که حد نداره اینو گفتم دفعه دیگه هم دعوت هم کنیم یادمه که اون موقع قصه شب بود صدای آقای علی محمدی برای من خیلی جذاب بود اما مرحوم رضاییان یه بار یه نمایشی بود طوفان بعد اینا با کالسکه میرفتن منم تصویری گوش میکردم نمایشو توی اون طوفان گفتش که کالسکه چی سریع حرکت کن به طوفان بر نخوریم گفتم ای کاش من میتونستم اینطوری حرف بزنم این توی ذهن من بود آمدم به رادیو و همون جمله رو در یه جایی گفت جدی تیتر برای من همیشه جالب بوده یکی در اینجا یکی هم در روزنامه که امیل زولا یه سری مقاله می نوشت من متهم میکنم اونو بازی جای دیگه بکار بسیار خوب بحث داره تازه میرسه به جاهای جالب تر و ما فرصت امشب اون تمومه و باید بذاریم بقیه بحث برای فرد شب سپاسگزارم متشکرم که همراه ما بودید دعوت میکنم که فردا شب هم